بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی بیت العباس و برنامه به وقت سلام. خیلی خوشحالم که ما رو برای دیدن انتخاب کردین. انشالله که روز به روز توفیق اینو داشته باشم که بهتر در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، حتما پیش اومده که تو زندگیتون راجع به مسائل مختلف با افراد مختلفی مشورت کرده باشید، اما یه وقتایی پیش میاد راجع به یک موضوع واحد نظرات مختلفی میشنوید. مثلا راجع به یک موضوع با یک آقا صحبت میکنید، یک نظر میده، با یک خانوم یه نظر دیگه، با یک وکیل نظر دیگری داره، با یک نقاش و هنرمند نظر دیگری میشنوید. این به خاطر اینه که هر کدوم از این آدم ها به اون موضوع با عینک خودشون نگاه میکنن و دیدگاه خودشونو دارن. به خاطر همین نظرها متفاوت میشه. اما تمام این آدم ها راجع به اون موضوع اطلاعات کامل و جامعی ندارند. هر کس با نگاه خودش پاسخ و مشورتی به شما میده. این راجع به موضوعات روزمره است که شاید خیلی هاشون اونقدر پر اهمیت نباشه برای ما. اما راجب سعادت و کمال انسان چطور؟ چه کسی میتونه راه سعادت و کمال انسان رو به درستی به ما معرفی بکنه؟ یا جواب این سوال رو کی میتونه به ما بده که زندگی پس از مرگمون، زندگی اصلیمون، زندگی آخرتمون چه چیزهایی نیاز داره برای سعادت و کمال و راحت زندگی کردن؟ مطمئنن علم بشر نمیتونه به اینها پاسخ بده. علم بشری که تا 50 سال پیش فکر میکرد ما یک کهکشان داریم، ولی الان میدونه که میلیاردها کهکشان داریم. مطمئنن راجب بعد دیگری از زندگی انسان نمیتونه نظر بده. پس چه کسی میتونه ما رو هدایت بکنه؟ مطمئنن اولین کسی که در ذهن شما میاد خود حضرت باری تعالی، خدای تعالی است. و خدای تعالی ما رو رها نکرده. رسولی بر ما فرستاده که راه رو نشونمون بده. به اون راهی که راه سعادت انسان هست، به اون راه سنت میگن. خدای تعالی با وسیله رسولش سنت سعادت ما رو به ما نشون داد. اما بعد از پیغمبر ما این روش رو از کی باید یاد بگیریم؟ باید سراغ اهل بیت علیهم السلام بریم. اهل سنت واقعی چه کسانی هستند؟ مطمئنن اونهایی هستند که تمسک به ولایت اهل بیت رسول الله دارن. حرف اهل بیت علیهم السلام شد به رسم همه برنامه هامون. به وسیله سلامی دلهامون و روانه حرم های اهل بیت، خصوصا سرور و سالار شهیدان سید الشهدا علیه السلام میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آقای غریب رزق روز و ماه و سالم، تو دریای عشق تو ببین غریقم و زلالم. منوسم به گریه زاری، میدونم هم عادت کردم عمریه به دوری و به بیقراری.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. تو این برنامه به وقت سلام راجب زیارت امین الله با هم صحبت می کردیم و راجب سنت های الهی به ویژه در این برنامه. در این برنامه رسیدیم به فرازی از زیارت امین الله که ما از خداوند می خواهیم که خدایا مرا مستنتن به سنن اولیائک قرار بده، یعنی خدایا مرا روشمند و رهرو همون راه‌ها و روش‌های اولیای خودت قرار بده. گفتیم راه سعادت انسان که توسط خدا به رسول و توسط رسول الله به اهل بیت رسیده، نام این راه و روش‌ها سنته، سنت الهی، سنت رسول الله و سنت اهل بیت. خدایا مرا روشمند به سنت‌های رسول خدا و اهل بیت قرار بده. در قرآن خداوند اطاعت خودش رو قرین اطاعت رسول الله کرده، اطیع الله و اطیع الرسول، اما جمله بعدی آورده که کسانی هستند که اطاعت اونها هم مثل اطاعت خدا و رسوله، و اولی الامر منکم. من از شما میپرسم، طبق روایات این صحبت رو میکنم، آیا اون اولی الامری که اطاعتش مثل اطاعت خدا و اطاعت رسول الله معصوم هستش نباید معصوم باشه؟ اگر اون اولی الامری که اطاعتش واجبه معصوم نباشه، آری از اشتباه و رجس نباشه، اگر فرمانی به اشتباه داد، آیا واجب او رو اطاعت بکنیم؟ فکر بکنیم، خداوند هیچ وقت دستور به واجب الاطاعت بودن کسی نمیده که معصوم نباشه. اگر خداوند دستور داد که اطاعت کسی واجبه، پس حتما اون شخص معصومه و همه دستوراتش به حقه و سنتش سنت خداست. توی قرآن و روایات اهل بیت این اشخاص رو میشناسیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینها همون اولیای خدا هستن که ما باید پیرو سنت های او باشیم، اونها باشیم تا به سعادت برسیم. یا رسول خدا که می فرماید انی تار کن فی کموس ثقلین، من دو تا چیز گرانبها نزد شما به یادگار می گذارم، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، کتاب خدا و اطرتم، و انهما لن یفترقا، این دوتا هرگز از هم جدا نمیشن و انگشتان مبارکشون رو به هم نزدیک کردن، و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، تا اون موقعی که این دوتا بر سر حوض کوثر بر من وارد بشن. اما آی مسلمونا، پیروان رسول خدا، یک مطلبی خیلی مهمه. رسول خدا فرمودن ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. شیعه و سنی نقل کرده، رسول خدا فرمودن مادامی که به این دوتا تمسک پیدا کنید، محکم بگیرید، چنگ بزنید، هرگز گمراه نخواهید شد. پس سنت خدا و روش‌های خدا برای سعادت انسان در همین ثقلین پیغمبره، این دو ثقل پیغمبر و این دو یادگار گرانبهاش، کتاب خدا و اطرت رسول الله. از خدا می‌خوایم که ما رو متمسک به ثقلین، کتاب خدا و اطرت قرار بده. یه میان برنامه ببینیم، برگردیم انشاءالله در محضر مهمان برنامه باشیم. نابرد رنج را چه کسی گنج میدهد، یک یا حسین گفتم و آقا ترین شدم، یک یا حسین گفتم
آقا ترین شدم. هیئت که آمدم سر و رویم سیاه بود، لطف حسین بود که زیبا لطف حسین که زیبا شده. عرض ادب و ارادت مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. بهترین ها رو براتون از خدای ممنون مسئلت دارم. ایشالله که حال دلتون همیشه خوب باشه. رسیدیم به بخش زیبای برنامه که خیلی از بینندگان عزیزمون خیلی لطف داشتن به این بخش مهمان برنامه. در کنار من مثل همیشه نوکری از نوکران امام حسین نشستن که توفیقات فراوون تو خدمت به دستگاه اهل بیت داشتن. هم مدعای اهل بیت هستن، هم تعزیه خان سید الشهدا علیه السلام، هم هیئت دار و در کار خیر هم مثل همه نوکرای امام حسین دستی دارن. در خدمت جناب آقای امیر سهلوادی عزیز هستیم. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدیم. خیلی مخلص، سلام عرض میکنم. شما هم یه صحبت اولیه با بینندگان داشته باشید، سلام علیکی، که انشالله گفتگون رو آغاز کنیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، دستان در کاران عزیز این برنامه و حضار محترم. علیکم السلام، ممنونم. سلام. انشالله که همیشه زیر پرچم امام حسین سربلند باشی آقای سهلوادی عزیز. همه اینو کردن انشالله. الهی آمین. انشالله. جناب آقای سهلوادی، الحمدلله اینقدر توفیقات شما فراوونه تو این وادی نوکری اهل بیت که نمیدونم از کجا آغاز کنم. اما حالا خودتون یه معرفی اجمالی از خودتون داشته باشید که اولا از هیئتتون برامون بگین و از فعالیت‌هایی که توفیقش رو داشتین، از اون بابی که میگن فاما به نعمت ربک فحدث، از نعمت هایی که پروردگار روزیتون کرده خلاصه برای ما تعریف کنید که چیکارا میکنید. من عرضم به حضور گلتون 34 سالمه. خدا حفظت کنه. بعد از 3 سالگی نوکری اهل بیت کردم. یه بیت شعر خیلی قشنگ و زیباییه، میگه مادر به عشق روزه مرا شیر داده است. در شیر آب کرده، ولی سود با من است. سود با من است. هستن. تعبیرش این میشه نوزاد بودی، مادرها از این روزه به آن روزه، از این هیئت به اون هیئت. روزه خان روزه ابا عبدالله حسین علیه السلام رو خوانده، مادر گریه کرده، اشک چشم مادر با شیر توأم به کام من شما شد. از سن 3 سالگی من شروع به تعزیه خوانی کردم. احمد الحمدلله. 3 سالتون بوده، یعنی موقعی که زبان باز کردی با تعزیه خوانی ابا عبدالله. خب این هم علت داره. علتش اینه پدر بزرگ من، خدا رحمت کنه همه پیر قدما، همه انبات رو، به قول حاج اکبر آقای ناظم، اونی که یک یا حسین زیر آسمان گفت. خدا رحمت. پدر بزرگ من نسخه نویس بود. نسخه تعزیه. بله. نسخه تعزیه می نوشتن ایشون، بعد معلم و مفسر قرآن بودن در زمان خودشون. بعد دیگه این عشق از کودکی به وجود اومد. از 3 سالگی من تعزیه خوندم، طوری که پدرم در گوش من زمزمه می کرد من حفظ می کردم. تو تعزیه می خوندم. حالا چه تعزیه انجمنی، چون تعزیه عرض به حضورتون که هم انجمنی داره هم شبیخانی با لباس داره. فرقش چیه؟ فرقش در اینه که تعزیه انجمنی مثل همین مجالس روزه که تشریف میبری نشستن همه دوره هم، مثل مجمع مذاکرین هایی که تشریف میبرید به نوبت میخونن، اون میشه تعزیه انجمنی. هر کی یه نقشی رو میخونه بله. اما خب نشسته نباز. نشسته من نه با لباس بله. شبیخانی با لباس هم که دیگه مشخصه دیگه، امام حسین در لباس و نقش خودش شبیخانی،
همینطور. بعد از نقش حضرت دعایه تعزیه بازار شام شما حساب کن، من خوندم یه مقدار بزرگتر که شدم طفلان از زینب، همینطور یه مقدار بزرگتر بزرگتر دیگه تا 17-18 سالگی تعزیه است علی اکبر رو میخوندم، نسخش رو حفظ کردم. بعد اون دیگه شروع به روزه خوانی کردم. قبلش هم مرثیه سرایی میکردم ولی روزه نمیخواندم، فقط شعر. تعزیه خونی خب خودش لازمش اینه که شما اشعار مرثیه رو حفظ بشین و بتونین بخونین. حقیقتش سال 87 بود، خدا قسمت کنه، ایام عرفه ما کربلا بودیم. به به به، خیلی با صفا، خیلی به یاد موندنی بود اون سفر ما. من اون سال با دوستام نشسته بودیم تو حرم حضرت عباس، دوستام شروع کردم به خوندن و هم 4-5 نفر خوده بودیم، همین زبان حال گرفتن و شروع کردن شعر خوندن. شعر خوندن دوستم به هم گفت فلانی تو هم بخون، به خود ابوالفضل قسم من یه شعری تو مسیر حفظ کرده بودم که ابیات خیلی زیبایی داشت. یه بیتش این بود: به اوج معرفتم چشم من به غارت رفت، جمال فاطمه بعد از شهود می آید، به یاد سوختگان فرات می سوزم، صدای العطش از بین دود می آید. این شعر رو من خوندم و خیلی جلسه قشنگ، اصلا یه حالی دست داد، موندگار شد. بعد مشوق منم دوستان بودن، گفتن بخون تو تعزیه رو میخونی، روزه هم بخون کنارش، چاشنی کارت میشه. دیگه الحمدلله به لطف حضرت زهرا، به لطف امام حسین، تا امروز این مدال نوکری میگردن. شروع کردین تو هیئتی که خودتون بله. برگزار میکنین خوندن. بله. از هیئتتون هم میگید که چطور تشکیل شده، شما چه نقشی داشتین توش؟ هیئت ما هیئت محلیه، حدود 70 سال، 65-70 سال قدمت داره. هیئتی بوده که از بزرگان ما، همینطور نسل هم در نسل بزرگان ما بودن، بعد پدران، الان هم نسل سوم، نسل سوم که ماهاییم، حالا 1-2 سال بالا پایین، 5-4 سال داریم میگن دارین ادامه میدید. بله، یه سری از پدرها، پدر بزرگا فوت شدن، یادگارشون هستن، ادامه راه اونا رو میدن. کار خیری هم که انجام میدید همین در کنار هیئت. بله، بله. این کار خیری که انجام میدید هیئت توش تاثیر داشته 100%. این دوره همیه تو هیئت خیلی قشنگه، از این بابت که هم یه دیداری تازه میشه، همین که کنار هم 4 تا ایده رو بغل هم میچینیم، یه جوری به درد امام حسین میخوره. این شرکت تو این مجلسه انگار نفس انسان رو سمت خوبی ها میکشونه. تو بودن تو مجلس امام حسین خود به خود دل آدم رو متمایل به کار خیر میکن، یه جورایی مدرسه خیرسازیه. این ایام کرونا من خودم تو ایام کرونا ازدواج کردم، خب مجلس جشن دیگه نمیشد بگیریم. من این نذر رو کردم، این نیت رو کردم که من پولی که میخوام خرج عروسی خودم بکنم، این پولی که میخوام مهمون دعوت کنم و تالار بگیرم و مجلسی بپا کنم، گفتم این خرج رو خرج 4 تا خانواده میکنم که اهلش باشم. احسن احسن باید. که نیاز مبرم دارن به رزق معیشتشون. خانواده مخالفتی نکردن؟ با آغوش گرم استقبال کردن، چون اونا هم تربیت شده راه ابا عبدالله هست، تشویقتون هم کردن که این کار انجام بده. بسیار عالی. فرمودید که من تو کار تعزیه هم هستم، و یعنی سالهاست تو کار که از 3 سالگی دارم تعزیه میخونم و
یه مقدار راجع به ماها که تزیه رو بلد نیستیم، نمیدونیم که به چه شکل هستش، توضیح اجمالی میدید راجع به تزیه که اصلا تزیه خانی چیست؟ تعزیه خانی و شبیه خانی مثل همین مجلس روزه است، مثل همین روزه خانیه، منتها مجلس روزه یه مداح حالا با مهارتی که داره، با علمی که داره، یه تنه همه اون کارا رو انجام میده، مقتل خانی میکنه. ولی اون شبیه خانیه چطور؟ مثلا تعزیه حضرت علی اکبر از حضرت سکینه داره، همینطور شما بیا تا امام حسین، تا از دوم لیلا سلام الله علیه. یعنی هر کی که نسخه داره. نویسی میکنن توی مقتل مطالعه میکنن، بله. بر اساس بله. مقتل می نویسن بله. نسخه ها رو بله. خب نسخه هم چند تا شهر داره، مثلا نسخه شهر عراقش داره، خانسار داره، شهر قزوین، اینا با هم فرق میکنه، شعراشون فرق اصل میکنه، مطلبش اصلش همونه، مطلب شعرشون مثلا شهر قزوین با خانسار فرق میکنه تو گویش شعرشا، یعنی تو ذوقی که اون شاعر اون نسخه نویس داشته، اینش فرق میکنه. کلهم نورون واحد، همه مقتل یکیه دیگه. شما فرمودی پدر بزرگتون هم نسخه من نویسه. بله پدر بزرگم خدا رحمتشون کنه. اهل چه شهری بودن و تو چه سبکی مینوشتن؟ یعنی ما اصالتا پدر بزرگم استان مرکزی 40 کیلومتر بوده، به استان مرکزی بخشی به نام ابراهیم آباد که پدر بزرگم خان بودن تو روستا، یعنی روستا همجوارم ایشون درس میدادن قرآن و اینها، هم معلم مفسر قرآن بودن هم معلم مکتب بودن. یعنی الان مقایم مثلا ما تو روستاهای خودمون یا همجوار میریم تا میفهمن که ما نوهشونیم، میگن خدا بیامرزه ما این سوادی که داریم از ایشون داره، خدا رحمتشون کنه. کلن مناطق بیابانی کشور انگار خیلی تو تعزیه تبخور بیشتری دارن، مناطق کویری و اینها، مخصوصا طرف جنوب. خب راجب تعزیه صحبت شد و شما فرمودی که من از 3 سالگی دارم میخونم، اون موقع که زبون باز کردم. بله. یه پرده از این تعزیه ها ما رو مهمون میکنی، اون پرده که خودت خیلی صفا میکنی باهاش. من تعزیه از علی اکبر خیلی دوست دارم، همه یه تعزیه ها زیباست. من با 2-3 روزه خیلی معنوسم، یکی از علی اکبره، یکی هست مسلم ابن عقیله، یه تعزیه هم تعزیه خانم از آقای روحانی سلام الله علیه. سلام الله. الان شنبه تو خونه خودم روزه هست مسلم میخونم، هر شنبه، هر شنبه. برکتش هم تو زندگی حتما 100%. بزرگترین کورترین گره ها رو با حدیث کسا من برطرف کرد، یعنی این نکته ای که عرض میکنم خدمتون بافته نیست، یافته است. من رسیدم بهش که دارم خدمتون عرض میکنم. لمسش کردی؟ بله. تمام وجودت لمس کردم. بعد آخر حدیث کسا عادت کردم دیگه، الحمدلله خدا رو به خون مظلوم قسم میدم، 2 بیت شعر از علی اصغر. گره ها رو باز میکنه، اصلا یه چیز خیلی عجیبیه. من خیلی تعزیه هست علی اکبر دوست دارم، یعنی نمیدونم چطور خدمتتون رو عرض کنم، یه جوری من آرامش پیدا میکنم. چه تعزیه هست علی اکبر، چه تو روزه آرامش عجیب و حال خوبی هست خیلی تو مجلس ابا عبدالله. خیلی الان بالفرض مثال از هر کی سوال کنی، مثلا هست عباس، میگن ما از این دلمون میسوزه، از این میسوزیم که هست عباس رشید بود. گفت درست وقت نزولش همه نگاه شدن،
رشید بود و زمین خوردنش تماشا داشت. خطا نرفت ز پرتاب چله ها تیری، امیر القمه از بس که قد و بالا داشت. جانم ابوالفضل، یعنی همه به این میسوزن که آقا رشید بود. حضرت علی اکبرم خیلی باول هوایجه، خیلی باول هوایجه. حالا به عشق حضرت علی اکبر یه نفس بسامون میزن، اینشالله گره از کار همه بیننده هایی که میبینن باز بشه و یه توسلی داشته باشن. من جایی از تعزیر میخونم که حضرت علی اکبر میاد خدمت بابا که میخواد اجازه میدان بگیره. چون تعزیه طوری شروع میشه که اول طفلان حضرت زینب به شهادت میرسن، بعد حضرت علی اکبر میاد خوش معرفی میکنه و اذن میدان میخواد که پدر اذن میدان، اول نمیده اذن میدان رو تو تعزیه. البته شاید تو حالت نمایش این آره، این تو نمایش باشه. تو نمایش، تو روزه نه، تو حالت روزه نمایش اول قتیل هستن، اول کشته بنی هاشم از علی اکبره. بله، ولی تو شبیه خانی اینطور نیست، رسم اینطوری بوده. آه، که مثلا دهه اول که هر شب به نام یه نفره. بله، ولی اینا به ترتیب نیستن که مثلا اول حضرت رقیه شهید شده باشه و آخر مثلا حضرت عباس. اینها رسم شده که مثلا امشب بله، اینو بخونن، امشب اینو بخونن. خب تعزیه هم به همون شکل، تعزیه هم این تعزیه از علی اکبرم به این شکله. خب حالا حضرت علی اکبر اومدن انزل مینان بگیدن. این چه بانگیست به گوشه من ناشاد آمد، این دل غم زده اقبال بر امداد آمد. چندن در قفس مرغ دل از غم نالید، مژده طایر پر بسته که صیاد آمد. خیزم از جا و روم نزد پدر، منز وفا تا ببینم چه سخن زان مه اوتاد آمد. احسنتم طیب الله، چقدر زیبا بیان کردید و خوندید. یه لحظه رفتیم تو حال و هوای محرم و شب هشتم که روزه حضرت علی اکبر میخونن. انشالله که همه حاجت روا شده الله باشن با این عرض توسل. تا حالا شده توی این تعزیه هایی که اجرا میکنید یا خودتون یا یکی از اون مستمعین یه حال و هوایی بهشون دست داده باشه که اصلا اصل مجلس رو ریخته باشه به هم، یعنی تعزیه رو تحت تأثیر قرار داده باشه این حال و هوا؟ خیلی سال پیش بود آقای مرتضوی، من یادمه تعزیه بازار شام خونده میشد، شام غریبان. من نقش از رو غیر داشتم، حدود فکر میکنم
9 سالم بود. بعد آخر تعزیه، اونجایی که سر میذارن مقابل نازنین حبی عبدالله، تا سر بابا رو بغل میگیره یه شعر خیلی مخصوصی میگه: به دیدن رخت ای سر دلم به جان آمد، عجب عجب که تو را یاد بی کسان آمد. ز ره رسیدی و از من چرا نهفته شدی، پیاده آمده ام من چرا تو خسته شدی. این شعر پیاده آمده ام من چرا تو خسته شدی. دیگه بعد این شعر دیگه نازدانه از دنیا میره. اونجا شمر اومد خطاب به یزید که میگه: یزیده بی مروت ظلم تا کی. شروع میکنه حرفایی که نازدانه به شمر زده رو برای یزید گفتن. اونجا شمر انقدر گیری کرد از حال رفت، یعنی اون کسی که شمر رو بازی میکرد، آره، شبیه خانش. اصلا یه مجلسی شد، به گریه و از حال رفتن اون 25-6 دقیقه مردم گریه میکردن، انقدر قشنگ ارتباط برقرار کرده بودن، انقدر دلی بود این کار. میگه ما که از عشق سخن میرانیم، تا نسوزیم نمیسوزانیم، باید من خودم بسوزم. تو این وادی نوکری که داشتید، حالا چه هیئت داری، مدعایی، تعزیه خوانی، کارهای خیر، و حتی میگی سمنو هم میپذیم. بله، ما هر سال توفیقه بود، الحمدلله، الحمدلله، لطف حضرت زهرا سلام فراوونه. تو این وادی ها اتفاقی افتاده تا حالا که با تمام وجود حس کنید و اون یقینتون بیشتر بشه؟ بله، ما هر سال ایام شهادت خانم از زهرا سلام الله علیها و وفات بی بی ام البنین سلام الله علیها بساط سمنو داریم هر سال، الحمدلله، به لطف خدا. چند تا خاطره خیلی عجیب، یعنی چیزی که ما خودمون لمس کردیم. یه موقع من از کسی شنیدم میام تعریفم، یه موقع نه، خودتون، من دیدم به چشم. یکی از نزدیکان ما سرطان گرفت، سرطان گرفت و دکترها گفتن اینجوریه، سرطان باید عمل بشه. ما شب جمعه، شب وفات خانم از ام البنین بود، این نزدیکانی که عرض کردم خدمتتون، یک شنبه روز عملش بود، ما نیت کردیم به نیت شفای ایشون. یه موقع هست من اعتقاد دارم، یه موقع هست من اعتماد دارم. ما نیت کردیم، گفتیم برای شفای ایشون سمن رو بپذیم، به صدیقه طاهره سلام الله علیها قسم. ما شب جمعه سمن رو پختیم. من مادر بزرگم همون شب خواب دیده بود، خواب دیده بود یه خانومی با قد خمیده، پوشی بسته، یه طفل داخل قنداقه رو گذاشته بود در آغوش مادر بزرگم. بعد مادر بزرگم تو عالم خواب گریه کرده بود. خیلی مادر بزرگم سیمش وصله، یعنی الان تا نام مبارک امام زمانی میاری به احترام ایشون سر پا قبل نیسته، خدا حفظشون کنه. خیلی عجیبه ایشون، توی این اتفاق افتاد و آره. بعد گفته بود که این داستان برای ما پیش اومد. اون خانم گفته بود ما شفاشو دادیم، همونی که در خواب دیده بودن، همون. این بنده خدا یک شمیر بیمارستان رو یعنی سونوگرافی بگیرید که عمل بشه. سونوگرافی من نشه دکتر میدم، میگه یه دونه دیگه بگیرید، میگیرم میارن دوباره
دکتر خودش زنگ میزنه به مسئول اون قسمت، میگه سونوگرافیتون خرابه مگه؟ نه. میگه چرا، چیزی نشون نمیده. یه دونه دیگه. سبحان الله. سومی رو که میاره دکتر اش جوش هم شده بود، متوجه شده بود. گفت چیکار کردید؟ گفت برای چی مکاره نکرد؟ گفت اصلا اثری از آثار اون سرطان نیست. کلن شفا گرفتن و دیگه الان هم الحمدلله شفا گرفت و سال بعدش شد. سال بعدش ما سمنو رو بساطش رو علم کردیم. یکی از همسایه‌هامون 17 سال بود عروسی کرده بود. نز کرد یک کاسه گندم برد پاک کرد و برد. اینجا های مطلبه ارز کردم اعتماد خیلی خوبه. من به ابوالفضل اعتماد دارم. سوای اعتقادم ها هر کیه طور درد دل میکنه دیگه، حتما کتابی نباید صحبت کرد که. حضرت زهرا حرف همه رو با هر زبونی بگن گوش میکنه. کاسه سمنو رو آورد و یه کاسه گندم برد پاک کرد و آورد. سال بعد یعنی 365 روز بعد با یه بچه 45 روز اومد تو خونه ما. 17 سال دوا، دکتر، خرج، هر کاری شما بگی کرد نشد. بعد 17 سال خداوند بهش اولاد داد. الان 9 سال اولادش. 9 سال. ماشاءالله خدا حفظشون کنه. خدا حفظشون کنه. خیلی خاطرات عجیبی، خیلی چیزای عجیبی ما تو این بساط سمنو دیدیم. الحمدلله کرامات اهل بیت انقدر زیاده که وقت کم برنامه ما اجازه نمیده که نوکرای اهل بیت بخوان خاطراتشون رو کامل بیان کنن، ولی در همین حد هم واقعا انسان از یه طرف حیرت میکنه که یک مریضی های لاعلاج با توسل یک بار اینجوری کاملا شفا پیدا میکنه، از یه طرف هم به قول شما بعید و عجیب نیست. ما اعتماد داریم به اهل بیت، باید مطمئن باشیم که ابوالفضل باب الحوایج گره گشاست. چند بیتم تقدیم به حضرت ابوالفضل قمر بنی هاشم باب الحوایج بشنویم ازتون. حسن ختام گفتگومون باشه. سلام علیک یا قمر العشیره، ای علمدار کربلا عباس، ای علمدار کربلا عباس، مرد میدان هربلا، عباس عشق بی منتها تو هستی، تو حیدر کربلا تو هستی، تو مولای من به تو سرمایه ادب دادن، عبد صالح تو را لقب دادن، روز محشر که عذر نپذیرند، آخه دست های تو دست میگیرند. عباس جان دست هایت مدال عاشوراست، سندی بر شفاعت زهرا.
یا زهرا احسنتم طیب الله. خیلی فیض سلام عرض بردین، بشه. انشالله که شفاعت حضرت فاطمه زهرا نصیب شما و نصیب همه همه نوکران نوکران بشه و این گفتگومون هم قبول بکنه حضرت ام البنین و حضرت الله زهرا عزمون. انشالله که همیشه زیر این پرچم سربلند باشین آیه همچنین شما سهل آبادی انشاءالله. عزیز، در پناه حق باشین. ممنونم تشریف خواهش آوردین. میکنم انجام وظیفه. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، امیدوارم که شما هم فیض برده باشید و حال و هواتون حال و هوای حسینی و ابوالفضلی شده باشه. بریم یه میان برنامه ببینیم، انشالله برمیگردیم باز هم ذکر توسلی محضر امام زمان داشته باشیم. کجا السلام علیک یا ابا صالح المهدی. سلام بر بهترین اولیای خدا، حجت زمان، روحی و ارواح و ناله الفدا. راجب سنت الهی و سنت نبوی و سنت اهل بیت صحبت کردیم که از خدا میخواییم ما رو روشمند و اهل سنت اهل بیت علیهم السلام قرار بده. میخوام اینو بهتون بگم که امروز اون کسی که میتونه سنت واقعی پیغمبر رو به ما معرفی بکنه یادگار رسول خداست، آقا امام زمان ارواحنا له الفدا. در زیارت آل یاسین هم میخونیم فالحق ما رضیتموه، اصلا حق اون چیزیه که شما بهش رضایت دارید، والباطل ما سخطتموه، باطل اون چیزیه که شما رو خشمگین میکنه، والمعروف ما امرتم به، خوب اونیه که شما بهش امر میکنی، والمنکر ما نهیتم عن، منکر اون چیزیه که شما ازش نهی میکنی. امام زمان میزان و ملاک در اون راه سعادت و سنت الهی. انشالله که روز به روز بتونیم دستورات امام زمان رو بیشتر و بهتر توی زندگیمون اجرا بکنیم. یکی از دستوراتشون اینه که فرمودن برای فرج من دعا بکنید. ما هم آخر این برنامه رو حسن ختام قرار میدیم، همیشه با دعای فرج امام زمان. دعای فرج رو دائما زمزمه میکنیم. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد. اللهم یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. تا به وقت سلامی دیگر، یا علی، خدا نگهدارتون.